در اینجا شما را به شنیدن فشرده ای از پاسخهایی دعوت میکنم که بینندگان برنامه روی خط به پرسشهای این برنامه درباره نقش مناظره ها در انتخابات ریاست جمهوری ایران دادند. نارضایی رای دهندگان از وعده های بی پشتوانه و گاه دروغین در کانون اظهار نظرهای مردم در آستانه دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. ضمن آنکه به عقیده ناصر زرافشان حقوقدان، انتخابات به نوعی دعوای خانوادگی میان اعضای حکومت تبدیل شده است. دعوای خانگی است. دعوای خانواده است که حاکمان حکومت میکنند، گوششون هم بدهکار حکومت شوندگان نیست. اگر گهگاهی هم بعضی از مسائل مردم یا جامعه رو مطرح میکنند، زمانی است که میخوان با ضرب مردم، با ضرب مسائل جامعه اختلافات بین خودشون رو حل کنند، سهم خودشون رو از کیک تعیین بکنند و در واقع وجه مصالحه قرار میدن. اکثر بینندگانی که از طریق رسانه‌های اجتماعی، اسکایپ و پیام‌های تلفنی تماس گرفتند، اعتراضشان به وعده‌های دروغ نامزدها بود. این روند انتخابات یه جوری برای بعضی‌ها یک احساساتی رو برمی‌انگیزه و همیشه هم مسئولین سعی کردن از احساسات مردم استفاده کنن. ولی جمله مهمش اینه که چون اینا تو مناظره‌هاشون هر چیز، هر وعده دوست داشته باشن میتونن بدن. چه به دروغ چه به راست، کسی نیست بعداً از اینا بازخواست کنه. چرا تو به 70 میلیون مردم دروغ گفتی؟ حالا گفتی آقا ما نفر 250 هزار تومان میدیم، چی شد؟ یا آقا چیکار میکنیم؟ چی؟ کسی نیست اینا رو بعداً زیر سوال ببره. به خاطر همونه که سعی میکنن هر چی پیش اومد بگن. حتی اگه بهترین اقتصاددان جهان هم که بیان با این وضعیت اقتصادی و جو امروزی جامعه ما، میگن آقا اصلا محاله که همچین پولی، همونجور که رئیس مجلس گفت همچین چیزی محاله ما همچین پولی بتونیم به مردم بدیم. خب حالا اینجا الان آقای روحانی میتونه، لزومی نداره اصلا دروغ بگه. آخه دروغ گفتن تو مذهب ما از مراجع گرفته تا صاحبان ادیان همه میگن دروغ بود، دشمن خداست. وقتی دشمن خدا پشت تریبون نشسته این حرفو میزنه و عمل نمونه، چجوری من برم به دشمن خدا رای بدم؟ ضمن اینکه من اهل سیاست اینام نیستم، فقط این جمله دروغ گفتم خیلی مهمه. نبود برنامه‌ریزی های مدون و عدم پاسخگویی مسئولین از دیگر موارد مطرح شده در برنامه روی خط بود. ما 38 سال در ایران عادت کردیم رأی بدیم و 38 سال رؤسای جمهور هم عادت کردن هیچ کار نکنن. بنابراین مناظرات تنها نقشی داره به اصطلاح نقاط ضعف همدیگر رو که درست هم هست برملا میکنه، ولی هیچ خط و مش صحیح برای شنونده یا ناظر به اصطلاح به جا نمیگذاره که این بتونه انتخاب صحیحی بکنه. توضیحات یکی از بینندگان از تهران درباره عدم صداقت در حکومت جمهوری اسلامی نیز بحث برانگیز بود. مناظره میتونست برای مردم خیلی خوب باشه اگه اینا با صداقت برخورد میکردن با مردم. مردم 37 ساله امیدوارن تحولی در این شرایط، جنگ، تحریم، مسائل اقتصادی متعددی که گریبانگیر وضعیت جووناست، مردم زندگیشون و و و و هیچ کدوم هم حل نشده. هر 4 سال یه بار با امیدی که حل میشه قضیه، مردم پا به میدون گذاشتن، تنور انتخابات گرم شد، ولی هیچ نتیجه هم نگرفتیم. آقای روحانی چه جوابی برای مردم داره؟ چرا نتونست سایه سپار از سر این مملکت برداره؟ چرا نتونست سایه قرارگاه خاتم از سر مردم برداره؟ بیاد حداقل با شفافیت توی مناظرهش اعلام کنه دلیل عدم توانایی من اینا بود. نمایش قدرت، بازی سیاسی، فرمایشی بودن روند انتخابات و بی اختیار بودن رئیس جمهور در مقایسه با قدرت حاکم ولی فقیه از دیگر موارد مورد تأکید کنندگان در تماس‌هایشان با برنامه روی خط بود. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.